گروه دیدبان فیک ریپورتر که بر نشر اطلاعات دروغ نظارت دارد اعلام کرده شبکه ای از بات‌ها در شبکه‌های اجتماعی با جا زدن خود به عنوان برگزار کننده اعتراضات علیه تغییرات قضایی اسرائیل به دنبال ایجاد اختلافات در این کشور هستند. فیک ریپورتر گفته این بات‌ها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی یا یک نهاد خارجی اداره می‌شود. این شبکه بات‌ها با عنوان محاکمه خائنان در توییتر، تلگرام و شبکه اجتماعی داخلی اسرائیل فعالیت دارند. گزارش شده این بات‌ها به زبان عبری و با غلط‌های املایی مطالبی تولید می‌کنند و عکس‌های خصوصی و شماره تلفن‌های نیروهای پلیس اسرائیل را منتشر کردند. در همین حال وزیر امنیت ملی اسرائیل در توییت اعلام کرده اطلاعاتی دریافت کرده که نشان می‌دهد این اطلاعات احتمالاً از سوی یک کشور خارجی منتشر شده است. همچنین پلیس اسرائیل گفته شبکه‌ای که اطلاعات خصوصی نیروهای پلیس را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده ظاهراً از سوی یک نهاد خارجی اداره می‌شود و هدف آن ایجاد تفرقه در اسرائیل است. حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدین آقای فدایی. در ابتدا اگه ممکنه برامون یه توضیحی بدین راجع به این نوع حملات سایبری، اصلا ویژگی‌های فنیش رو برامون بیشتر بگید ازش. بله، در این نوع حملات سایبری با ساختن بات‌های متعدد به تعداد زیاد، یک برنامه‌ای که به عنوان یک کاربر عمل می‌کنه به صورت اتوماتیک و هدفمند، ما می‌آییم در شبکه‌های اجتماعی اینها رو به صورت کاربرهایی که نمای حقیقی دارن جایگزین می‌کنیم و بعد در زمانی که نیاز هست تا یک خبری رو با استفاده از تواتر خبر و با استفاده از کسرت خبر در سطح گسترده‌ای پخش بکنیم، این خبر رو در جهت اهداف خودمون پخش می‌کنیم یا در نظرسنجی ها شرکت میکنیم و به نفع اون چیزی که خودمون مایل هستیم رأی میدیم. وقتی تعداد این بات ها زیاد هست میتونه تمام این کارها رو به سرعت انجام بده. تصور کنید در یک نظرسنجی یا 1000، 1500 یا 10000 بات میان و رأی میدن به اون چیزی که ما جستیم. بات ها عملکردشون به این گونه هست، در حقیقت نوعی کاربرهایی هستند فیک که بر اساس عقیده و بر اساس اون هدفی که ما داریم پیش میرن. آقای فدایی، چقدر احتمال داره ردپای جمهوری اسلامی با توجه به سوابقی که در این زمینه داره در هک اخیر اسرائیل وجود داشته باشه؟ فیک ریپورتر یک وبسایت که کارش نشون دادن فیک بودن خبرهاست. دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی نداره که بتونه ردیابی کنه. دولت میتونه این کار رو بکنه و کمپانی‌های ردیابی. ما مشابه اینو در سال‌های قبل هم دیدیم. زمانی که در 2019 در اسرائیل انتخابات بود، این کار رو کردن و بعد یک کمپانی به اصطلاح اسرائیلی که در آمریکا کار مدیا میکرد به اسم وکیتیف اومد اعلام کرد که داره هزاران بات ایرانی دارن در انتخابات تاثیر میذارن. بعد دولت اومد تحقیقات انجام داد و از طریق زیرساخت‌ها متوجه شد که این از سمت ایرانه. در مورد این خبر هنوز این مسئله صورت نگرفته، برای همین هم میگن احتمال داره که از یک کشور خارجی باشه، احتمال داره پای ایران در میون باشه، ولی تا زمانی که به صورت تکنیکال کمپانی‌های امنیتی که با دولت اسرائیل کار می‌کنن و دولت اسرائیل این تحقیقات رو انجام ندن، نمیشه به ظرف قاطع گفت که دقیقاً از چه محلی مورد حمله قرار گرفتن.